4. سنگ شاخص مهم در گنجیابی برای تمام فاکتورهای دفینه. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، بازم با یک کلیپ دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان، قبل از اینکه شروع بکنم حتما ویدیو رو لایک بکنید یادتون نره و اینکه کامنت حتما برام بذارید در مورد این 4 تا سنگ شاخص و مهم که برای هر دفینه به کار رفته. خب دوستان عزیز، ببینید شماره 1 سنگ هرم مانند که در قسمت راست بالا قرار داره، شماره 1 این نوع سنگ شاخص هرم مانند دوستان در محیط های به خصوص میاد. این نوع سنگ هرم شکل برمیگرده به دفینه یهودیان که از حالت این سنگ استفاده می کردند و گنجینه و دفینه خودشون رو قرار می دادند. دوستان ببینید، این سنگ شاخص نماد دارند. این سنگ های شاخص کلن نماد های کوچیک که بر روی اونها عکاکی شده، حالا جهت فلش یا کروکی گنج یا نسخه گنج بر روی اینها هست. به خاطر این میگن 4 سنگ شاخص که در محیط های مختلف همراه با نمادها میان. دوستان خب دفینه یهودیان بر اثر همین سنگ شاخص دفینه گذاری میکردند و در محیط هایی که حالت کوه های تپه ای مانند قرار میدادند. دوستان البته خیلی کمیاب هست این نوع سنگ هایی که شما مشاهده میکنید دوستان و دفینه بسیار مهم و با ارزشی رو داره دوستان، چون در قسمت سنگ شاخص هرمی وجود یک قبر رو به ما میده. دفینه یهودیان هم در داخل قبر قرار داره. خب سنگ بعدی که شما مشاهده میکنید قسمت دوم که در محیط های بیابان شکل و محیط های باستانی که حالت امپراتوری های خیلی مهمی رو داشتند و سنگ شاخص هایی رو قرار می دادن که هیچ نوع سنگی در اطراف اونها نیست. باز هم این سنگ که شما مشاهده می کنید کروکی دار هست و نقشه گنج رو بر روی این نوع سنگ ها قرار میدن دوستان. اینها در مورد تونل ها میان، این نوع سنگ شاخص ها که تونل های زیرزمینی و کم و بیش هم در مورد تومولس ها یا تپه های خاکی هم این نوع سنگ شاخص میاد، چون در محیط هایی هستن که حالت تپه هست و سنگ وجود نداره و حتما بررسی و کاوش بکنید که بر روی اینها کروکی یا نسخه گنج وجود داشته باشه. اگر همچین چیزی شما مشاهده کردید 100% به یک قلعه خاکی یا تل خاکی بر میخورید و در فاصله 25 قدمی این سنگ شاخص شما ورودی رو بهتون میده، چون نسخه داره و جهت رو به شما نشون میده. خب عکس سومی که حالت یک جوغن بر روی اون تراش خورده دوستان، این سنگ شاخص که جوغنی بر روی اون حکاکی شده برخوردار از یک گوردخمه هست و قسمتی رو برای شما مشخص میکنه، یک اتاقه که گنج یا اتاقه که همین گوردخمه ها که سنگ های بزرگی هستن که علامت و نشانه اون رو بر اون حکاکی میکردن و ورودی رو مشخص میکردن بر روی همین سنگ شاخص. دوستان ببینید، این سنگ شاخص ها کاملا نماددار هستن، نسخه دارن، نقشه دارن، حتما اینا رو در نظر بگیرید دوستان، چون کاملا مشخص هستن. سنگ های شاخصی رو برای من ارسال کردن دوستان، ولی اینطوری نیست. سنگ های شاخصی که حتما باید نماد و نشانه بر روی اونها حکاکی شده باشه و این جوغنی که شما مشاهده میکنید بر روی این سنگ، خود سنگ در قسمت سمت راست ورودی رو به شما میده که ورودی یک گوردخمه هست. در محیط های باستانی وجود چشمه و
دره‌های نامی و صخره‌هایی که حالت قلعه مانند هست دوستان. خب عکس آخری که شما مشاهده می‌کنید هرمی شکل هست و باز هم برخوردار میشه از دفینه یهودیان. البته این نوع سنگ شاخص بیشتر در ایران باستان به کار رفته در مورد دفینه های بسیار با ارزشی که این نوع سنگ هرمی شکل قرار میگیره. ببینید این نوع سنگ هرمی در ارتفاعاتی که به حالت تختگاه میرسه، این نوع سنگ هرمی شکل که علامت زردر بر روی اون حکاکی شده نشان آخر دفینه رو به شما میده دوستان عزیز. خب نشان آخر داخل این سنگ نیست، چون قسمتی که مشخص هست دوستان زردری که در این قسمت زده محیط رو که حالت تختگاه هست و یک راه مال رو که فاصله سیمتری رو به شما میده. این نوع سنگ های هرمی که در ایران بیشتر استفاده شده، شما زمانی که پشت اون قرار میگیرید نوک خود سنگ رو در نظر بگیرید که به کجا اشاره داره، هم شرق هم غرب هم شمال و هم مغرب، به چهار تا اطراف شما باید کاوش بکنید که چه نقطه ای رو به شما میده. از شمال و غرب و شرق و جنوب یک نقطه دفینه شما رو مشخص میکنه که یک ورودی نامنظم داره دوستان، ورودی که در خود این سنگ های هرمی که علامت زرد در هست، یعنی شما که مسیر شمال رو گرفتید یک جای مشکوک رو به شما داد، اون جای مشکوک سنگ های نامنظم بر روی ورودی قرار گرفته، چون حالت تختگاه هست و بعضی از قسمت ها مشخص هستن که وجود صخره های حالت تخت مانند که نشان از یک ورودی بسیار با ارزش که اون هم بازم یک گوردخمه رو برای شما پدیدار میکنه و نماد و نشانش اینه که دوستان حتما ببینید که زردر حالت یک مربع شکل مانند در زیر این حالت دایره مانند کوچک در بغل زردر، اینها کاملا دفینه مورد نظر شما رو مشخص میکنند. به خاطر این میگم این چهار تا سنگ شاخص کاملا در انواع و اقسام دفینه ها میان، هم دفینه یهودیان، هم اون سنگ شاخص دومی و هم اون گوردخمه که در قسمت های دیگه یک ورودی غار رو به شما میده، یک ورودی تونل مانند رو میده در این قسمت ها و این نکات بسیار مهم و بارزشی است. خب ممنون و سپاسگزارم که با من همراه بودید.